سلام علاقمندان شکار و طبیعت و دوستان عزیزی که کانال رو دنبال میکنن، خیلی خیلی ممنونم از این کامنت های زیبا و فیدبک دلگرم کننده ای که بر من گذاشتید زیر ویدیو قبلی که راجع به ریلودینگ پر کردم. بنابراین تصمیم گرفتم یه ویدیو بهتر و با کیفیت تر راجع به ریلودینگ براتون درست کنم و این دفعه مستقیم میرم سراغ خود مبحث ریلودینگ. به جایی که راجع به لودینگ صحبت کنیم، میریم سراغ ریلودینگ. این ویدیو هم تقدیم میکنم به روح پرفتوح مرحوم لوتس مولر، خودش خدا رحمتش کنه فوت شد، ولی سرگلوله هاش و گلوله هاش اینجا روی میز من جلو من هست که 12 سال پیش برای من پست کرده و تا وقتی که من زنده باشم یاد و خاطره ایشون در قلب من زنده است و ایشون هم زنده است. میریم راجبه بحث ریلودینگ با هم صحبت کنیم. تفنگ رو نخواهید دید ولی میذارمش کنار دستمون که اینم به همون قوت قلب میده و به همون انگیزه میده. تفنگ هایی به این زیبایی، به این کیفیت و با این همه زحمتی که این هنرمندان کنده کار کشیدن واقعا شاهکار هست. این تفنگ کریگوف که من خیلی دوستش دارم، کالیبر 9.74، واقعا شاهکار کیفیت و ساخت و کندکاری هست و یه جورایی به ما امید میده که چه فیلد و چه هابی معروف آنرابلی داریم. موزیک هم کمش میکنیم و آروم آروم اونجا میذاریم برای بکگراند، برای خالی نبودن عریضه کنار ما باشه. خب ریلودینگ یعنی چی دوستان عزیز؟ ریلودینگ یعنی اینکه فشنگ قبلا یک بار شلیک شده رو برداریم، پوکش رو آماده سازی کنیم، توش چاشنی، بارود و سرگلوله دقیقا به همین ترتیب بذاریم و بعد توی جدیدن برای شکار و تیراندازی دوباره ازش استفاده کنیم. که در این مرحله دوباره تیراندازی کردن از این 4 تا قسمتی که فشنگ رو تشکیل میده، 3 تاش از بین میره، فقط یکیش میمونه و اون پوکه است. سرگلوله، چاشنی، باروت، اینا از بین میره یا استفاده میشه، فقط چیزی که قابل استفاده مجدد هست پوکه است. بنابراین ما فقط کار آماده سازی و پریپریشن رو باید راجع به پوکه انجام بدیم. اینو با 2 مدل پوکه که اینجا دارم، 306 و 7 میلیمتر رمینگتون مگنوم خدمتتون نشون میدم. اینو من قبلا خودم لود کرده بودم و بردم شلیک کردم، چند تا شلیک شده و چند تاش نو هست. این یه نمونه پوکه شلیک شده 7 میلیمتر مگنوم، 7 میلیمتر رمینگتون مگنوم، میارم جلوتر ببینید. و این یه نمونه فشنگ نو 7 میلیمتر رمینگتون مگنوم خودم پر کردم، ببینید اینجوری. خب فرق این دوتا چی هست؟ چرا ما باید پوکه رو پریپریشن انجام بدیم؟ وقتی که گلوله شلیک میشه، بارود خرج میشه و چاشنی یا پرایمر که اون قسمت ته فشنگه است، سوزن بهش میخوره و اونم مصرف میشه. بنابراین این ستا رو ما باید جایگزین کنیم. خب مرمی که رفته خورده به شکار هدف، بارود هم که محترق شده رفته. ببینید بچه ها، بارود منفجر نمیشه، بارود محترق میشه و این نکته خیلی مهمی است که بارود ماده منفجره نیست، ماده محترقه است، مثل بنزین و نفت است، مثلا TNT نیست. بعداً حالا فرصت بشه به دقت توضیح میدم به فرق ماده محترقه و ماده منفجره چی هست. پوکه‌ای که در داخل خزانه تفنگ شلیک بشه پف میکنه یا باد میکنه و از اون اندازه اصلی که بوده یه کوچولو بزرگتر میشه و طولش بیشتر میشه و میچسبه بدنه خزانه. به این باعث میشه که سیلینگ به وجود میاد. یعنی که چی؟ یعنی که گازا دیگه نتونن از خزانه فرار کنن و برن به سمت جلو و مرمی رو هول بدن داخل لوله. وقتی پوکه بزرگ میشه به علت فشار بسیار زیادی که بارود موقع محترق شدن تولید میکنه، این یه حالت بهش میگن داکتال، توی انگلیسی میگن، حالا به فارسیشو نمیدونم اصطلاح متولوژیش چی هست، چکشپزی هست بکنم، یه همچین چیزی میشه، پف میکنه و میچسبه به داخل جداره خزانه. بعد که گلوله شلیک شد و فشار کاهش پیدا کرد، دوباره جمع میشه، برمیگرده به سایز اولش، اما به سایز اولش بر نمیگرده، یه کوچولو جمع میشه. به این خاصیت برنج یا برس است که یه مقداری برمیگرده. اتفاقی که میفته اینه
طول پوکه یکم زیاد میشه، طول پوکه میشه به اندازه طول خزانه یه ذره کمتر، پس این پوکه سمت چپ از این پوکه اصلی یه ذره بلندتر است. قابل دیدن نیست، اما اگه بذارید داخل ابزار مخصوص اندازه گیری یا داشته باشه میتونه اندازه گیری کنی، میبینید مثلا چند دهم میلیمتر یا مثلا چند هزارم اینچ بزرگتر میشه. اتفاق دیگه که میفته بدنش پف میکنه و قطرش بیشتر میشه، به خصوص از این قسمت پایینش. و جالبه بدونید دوستان که بلند شدنش هم بیشتر دقیقا از همین پایین اتفاق میفته، از این منطقه اینجایی که دارم نشون میدم، این حدودا شروع میکنه استرچ کردن و بزرگ شدن و میاد بالا. و این شونه، اینو بهش میگن نک یا شونه، شولدر فشن، این نکش اینجاش، این میگیره به خزانه و استاپ میشه، ولی از اینجا بیشتر رشد نمیکنه، از اینجا رشد میکنه و میاد بالا. کاری که ما باید بکنیم اینه که طول کلی فشنگ، این شونه فشنگ و اینا رو کمتر کنیم که دوباره تو خزانه جا بشه. و این کار توسط یه قالبی صورت میگیره که بهش میگن full length sizing die، که من یه دونهشو اینجا برای نمونه گذاشتم. این full length کدومشه؟ این یکی هست. این بهش میگن full length sizing die. از کجا من فهمیدم این هست؟ چون توش یه دونه سوزن داره، نگاه کنید. این قالبی که بهش میگن full length sizing از یه قالب تشکیل شده که دقیقاً شبیه خزانه فشنگ داخلش هست و فشنگ که میره توش از این بر یه سوراخ تنگ هست، از این بر یه قسمت گشاد هست که فشنگ اینجوری میام میره توش، ولی این قالب مال این نیست، این قالب 1764 این توش نمیره. ولی اگه پوکه 1764 داشتیم که حالا من یه جایی دارم، قشنگ میره اون تو. این که رفت اون تو بدون فشنگ، این قسمتی که سوزن قالب هست و این قسمت میاد میره همجور که قالب فشنگ وارد میشه در پرس، این سوزن هم وارد میشه تا وقتی که نوک سوزن میاد میخوره به ته چاشنی و اینجوری چاشنی رو فشار میده و این چاشنی از ته میپره بیرون، که یه چیزی هم داخل پرس هست، معمولا یه لوله پلاستیکی هست و اینو میگیره. پس کاری که ما باید بکنیم، باید دای فول لنگ سایزینگ دای، این قسمت مغزی، حالا فکر کنم بهش بگیم مغزی، اینه که داخل این میذارین قابل تنظیمه، هم طول این تنظیم پذیر، هم طول این مهره، خب و هم مقدار این سوزنه. طوری باید باشه که من الان میارم جلو شما ببینیم، میچرخونیم هنوز کمه، باز میچرخونیم تا این سوزنش حدود مثلا 2 میلیمتر یا 3 میلیمتر از نوک این بیاد بیرون. ببینید سوزنه نوکش داره از ته میاد بیرون، الان دیگه بنزه کاف اومد بیرون، نگاه کنید اینقدر، خب یکم هم زیاده، این مثلا این زیاد 2 میلیمتر بس، این حدودا. این باعث میشه که وقتی که فشنگ کاملا پوکه وارد این شد، این بخوره به ته این و مرمی رو کاملا شوت کنه بیرون. زیادی باشه خوب نیست، کم هم باشه نمیتونه مرمی رو بندازه بیرون. وای به حالتون اگه اینو درست تنظیم نکرده باشیم و این کم باشه، مرمی یه ذره پوش میشه پایین ولی بیرون نمیفته، بعد این توی پرس گیر میکنه، نمیتونید درش بیارید، نمیتونید پرس رو انجام هیچ چیزی، گیر کرده. وقتی این گیر کرده بیرون نمیاد، مرمیش در نمیاد، اومده پایین دیگه، از توی پرس هم بیرون نمیاد. باید نوک اینو تنظیم کنه بره پایین‌تر و مرمی رو فشار بده بره پایین. و این نکته بسیار مهمه. قالبتون که تنظیم شد و همه چی که حالا چیزای دیگه هم داره، وقتی اینو فشار بدین دو تا استپ انجام میده. یک، چاشنی رو پوش میکنه میندازه بیرون. دو، بدنه اینو فرم میده و طول این شولدر و این قسمت اینو میاره پایین یه ذره با فشار، و فشار زیادی میخواد. سه، گلوی پوکر رو تنگ میکنه. چهار، موقع برگشتن یا بالا رفتن اون مغزی قطر داخلی دهنه گلوله هم درست میکنه و میکنه اندازه لازم. پس تمام این عملیات رو در یه حرکت پایین رفتن و بالا رفتن قالب روی فشنگ انجام میشه. اینو میذارین تو پرس، قالب میره پایین، پوکه میپره بیرون، سایز این درست میشه. وقتی میاد بالا اون قسمت مغزی میگیره به داخل دهانه پوکه و این دهانش هم سایز درست خودش انجام میشه، که میشه یه چیزی شبیه این که من اینجا مثلا دارم، این 308 هست، این سایز شده. خب همه اینا در فول لنگ سایزینگ انجام میشه، هنوز فشنگ شما حاضر نیست. کاری که باید بکنین بعد از اینکه فول لنگ سایزینگ کردین، باید داخل اینو تمیز کنید، که یه چیزی مثل فرچه مانند این شکلی هست که اینو میکنید داخلش، اینجوری تمیز میشه، خورده مثلا باروتی هرچی این دور برش هست میرزه بیرون.
دور گردنش رو وقتی مثل این میبینید دود زده اینا، با یه دستمال یه چیز نمد مانند میتونید تمیز کنید. این کار که کردین یه وسیله مانند این هست، میبینید یه حالت برندگی داره، همین برش همین برش، اینو نمیدونم بهش چی میگن. یه بار از این بری میکنین اینطوری، یه بار از این بری میکنین، این باعث میشه که نوک یا این قسمت بالای گردنش اون حالت زبری و خرابی که به علت شلیک و اینا به وجود اومده و به علت پرس اومده صاف بشه، هم از بیرون صاف میشه هم از داخل. این باعث میشه که فشنگ یا مرمی رو که میخوام بذارین داخلش خیلی خوب وارد این بشه، یه حالت مخروطی مانند یا وج به انگلیسی میگن به این میده. مثلا من فرض کنم این مرمی من باشه، خب مرمی این نیست، این 7 میلی متر، این 300 این تو این نمیره، ولی میبینین که چی میشه، سر لوله مرمی اینجوری وارد فشنگ میشه. برای اینکه خوب وارد بشه و اینجا خراب نکنه شما باید یه همچین وسیله ای بخواید. پس این هم استپ بعدی. بوکمون رو سایز کردیم، بوکمون رو گردنش رو درست کردیم، ترتمیز کردیم، همه چی قشنگ و شیک شد. کار بعدی که باید بکنیم اینه که این سوراخ چیزش رو درست کنیم. این پوکه الان چیزش توش هست معلوم نیست، ولی اگه که یه پوکه داشته باشیم که سوراخش دیده بشه، مثلا این یکی پوکه، حتی این پوکه نو هست، خب این سوراخ کثیف میشه و بعد از شلیک دیگه به اون فرم خوب خودش نیست. مثلا پوکه اینجوری دارم بهتون نشون بدم، حالا به هر حال خور پوکه هست اینجا ولی الان نداره. کار دیگه که باید بکنی یه ابزار دیگه هست شبیه این، نوکش یه حالت پیچگوشتی مانند یا کاتر کوچولو داره. این کاتر اینو وارد ته پوکه میکنین و اینجوری میچرخونین قشنگ، خورده های اون دود و باروت و اینا که به علت شلیک شدن یا ضربه خوردن چاشنی وجود داره از ته این پاک میشه و سوراخ اینم قشنگ تمیز میشه. خب تا الان پوکه ما تقریبا حاضر، بازم هنوز کار داره، به خاطر میگم ریلودینگ خیلی کار داره. پوکه رو سایز کردیم، چاشنیش رو در آوردیم، توش رو با این فرچه تمیز کردیم، گردنش رو با این ابزار کوچولی که بهتون نشون دادم درست کردیم، سوراخ چاشنیش هم چیکار کردیم؟ با این ابزار تمیز و خوب کردیم. کار بعدی که باید بکنیم اول مطمئن بشیم این پوکه هیچ گونه مشکلی نداره. حالا اول کار هم میکنیم، همه پوکه ها قابل لود کردن نیست، اگه این زمین خورده باشه، کج و کوله شده باشه، اینجاش فشردگی داشته باشه، هر گونه رنگ غیر عادی رو این دیدین، به خصوص این قسمت اینجا، خب دیدین مثلا یه خورده رنگش تغییر کرده، طلایی بود الان مثلا سفید شده، یا که اثر استرچ زیاده، این نشون میده فشنگ شاید لود شدیدی تو شلیک شده و این پوکه زیاد استرچ کرده، ممکنه کنده بشه یا خزانه تفنگتون استاندارد نبوده. هر چیز غیر عادی توی این دیدین این یه آلارم و یه زنگ خطره. کار دیگه که میتونیم بکنیم یک مثلا سوزن قفلی یه چیزی، یه مثلا گیر کاغذ برداریم باز کنید، یه سیم درست کنید شبیه حالا مثلا از این، اینو وارد پوکه کنید قشنگ توشو اینجوری حس کنید، ببینید جایی از اینجا یه جور حالت دیپ یا مثلا حفره یا فرو رفتگی از داخل حس میکنید که مثلا این بدنش از داخل استرچ کرده باشه طوری که نازک شده و اینجوری دیگه ممکن هست هم دیگه جدا بشه. اینو با یه سوزن یا حالت گیر کاغذ یه چیزی که مثلا الان خیلی اسموس و خوبی پوکه نوه، ولی یه پوکه شلیک شده ممکنه حس کنید که آها یه قسمتی از داخل یه برجستگی فرو رفتگی یه چیزه، این علامت خطر هست، پوکر بندازین دور. خوب پوکر رو تست کردیم، خب خیلی خوب، همه چیش خوبه، رنگ ظاهریش اینا خوبه، اینا ترتمیز کردیم. حالا باید چیکار کنیم؟ ممکنه پوکه زیادی استرچ کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی که طول پوکه بعد از این فشاری که دادیم به راستی که طولش زیاد شده باشه، حالا طولش کم شده، غیب که نمیشه، میاد میره تو گردنش، از گردنش میاد بالاتر. یعنی به علت فول لنگ سایزینگ گردن پوکه این قسمت دراز میشه. خب بعد از یه بار دو بار لود کردن هی گردنش شروع میکنه دراز شدن. شما اینو با ابزار مخصوص مثلا با یه دونه کلیس اندازه میگیرید، طول کل پوکه رو اندازه میگیرید که مثلا چقدر الان پوکه این نوعه 2.483 اینچ هست. خب این پوکه نو بود. حالا اگه من یه پوکه شلیک شده رو در بیارم که این همون 7 میلیمتر مگنومه، این 2.490 هست، 2.490. خب در حالی که پوکه نو
حتما کمتر از یه ذره. 2480 ببینی؟ 10000 اینچ فرق میکن. خب این به خودی خودش اشکالی نداره، باید تو کتابا نگاه کنی ببینید کیس تریم لنگتی که برای 7 میلیمتر مگنوم نوشتن چقدر است. توی کتاب ریلودینگ برمیدارید نگاه میکنید ببینید کیس تریم لنگ چقدر است، این کتاب ریلودینگ. خب و توش نوشته، و اگه طول پوکه از اون طول بیشتر بود دستگاه مخصوص هست، مثل حالت آسیاب داره یه چیزی حالا اونجا رو میسست، اینو میاد میذارین توش، هندل میزنی، حالت مدار تراش قدیمی هست و میره جلو یه چیزی داره کاتر و این یه کوچولو که اینو چیکار میکنه، کات میکنه، طول این درست میشه. اون کار که کردین طولش درست شد، دوباره این دستگاه کوچولو رو برمیدارین، دوباره اینجاش رو تمیز میکنین و پوکه شما چی هست؟ حاضر هست. اینو میذارینش توی دونه تری، و این چیز پلاستیکی میگن تری که برای پوکه های مختلف جا داره. هر کدوم این سوراخ‌ها یا یه دونه مگنوم میگیره یا بغلیش یه دونه استاندارد میگیره. این دوباره مگنوم، دوباره استاندارد. پس هر کدومش برای دیگه فرق میکنه. این عمل سایز کردن یا در واقع ری سایز کردن پوکه ای که یک بار شلیک شده تا بتونین دوباره شلیک کنین. برای اینکه راحت تر باشه ویدیو رو اینجا قطع میکنم، بقیه صحبتمو در ویدیو دوم خدمتتون ضبط